تعداد بین پندارند که زبان فارسی با کتیبه های هخامنشی ها آغاز یافته است. اما در اینجا باید گفت که ریشه این زبان برمی گردد به اوستا که زبان ثبت شده. دلایلی که در این زمینه گفته می شوند مستند هستند که باز هم این سخنان را می نگریم. کهن‌ترین زبان ها در آریانای کبیر اینمی زبان اوستایی است و اینجا بعض اشتباهات صورت گرفته که او اشتباهات به این معناست که در ایران دانشمندا ما پیشتر درباره اخامنشی ها گفت زدیم نیم ایرانی ها تاریخ زبان خود از اخامنشی ها میگن که زبان اخامنشی میگن که ریشه زبان فارسی هست و این درست نیست. با دلایل بسیار اساسی ما میگیم که زبان فارسی از عصر اخامنشی ها یا با کتیبه اخامنشی ها آغاز نیافته. زبان فارسی ریشه از خود میبره به اوستا. ریشه زبان ما بر میگرده به زبان اوستا. چرا که یکی قدامت داره و این یک زبان ثبت شده است. امروز ها ما به او مراجعه میکنیم، هر کلمه ای را که ما امروز در زبان فارسی داریم در اوستا میره. یک کلمه بسیار آسان داریم ما امروز، تشت. تشت ما میگیم کدام کلمه؟ تشت کلمه از در اوستا است. آوان داریم، بسیار کلمات آوان داریم، کلمه در اوستا است. چهره در اوستا است. زست دست که میگوییم در اوستا است. تمام آثار مدنی ما که امروز آثار که در زبان ما نامهایی که وجود داره همه ای به اوستا میره. زبانی را که اخامنشی ها دولت تشکیل دادن، در چه وقت تشکیل دادن؟ در قرن 5-6 قبل از میلاد، یعنی اوستا 3-400 سال قبل وجود داشته. اینا در اخامنشی ها در قرن 5-6 دولت کوروش و داریوش دولت تشکیل کردن. اینالی از اخامنشی ها کوچکترین اثر علمی نمانده، بجز چی؟ بجز کتیبه ها مانده. و 40 کتیبه داره از اخامنشی ها که کتیبه ها را ما میفهمیم، یک کتابه که کوچک کتیبه مصغر است کتاب. اینا تماما کتیبه ها یادگار ها است که اخامنشی ها کوروش داریوش که فتوحاتی کردن به طرف غرب سوریه و مثلا سوریه و آسیای صغیر و تا قسمت مصر رفتن، تمام فتوحات خود یادداشت ها نوشته کردن. این یادداشت ها یک اثر علمی نیست، این یادداشت ها یک اثر فقط یادگاری برای از اونا هست و این کم است به نسبت از این که 40 کتیبه که دارن. کتیبه ها یا بروی سنگ یا بروی چوب یا بروی ظروف نوشته شده، نه به ایسی یک کتاب مستقل. بنابراین یکی از نگاه تاریخ بدتر میاد که کتاب اوستا زبان است که اساسی برای زبان های آریایی است و دیگر نگاه تاریخ و دیگر از نگاه خود محتوا. زبان اخامنشی ها را ما دلایل داریم از خود دانشمندان بزرگ ایران. به طور مثال یک عملی کرد، یک امریکایی، یک چی مستشرق است، او میگه در وقتی که اخامنشی ها رفتن در فارس امروز، اونا که رفتن اونجا ایلام میگفتن، حتی فارس نمیگفتن. اینا زبان آریایی داشتن، اما اونجا که رفتن اون زبان آرامی بود اونجا. اینا زبان رسمی اخامنشی ها زبان فارسی نبود، زبان آرامی بود. نوشتهشان نوشته خط چیز بود، میخی بود، که هر کدامش آریایی نیست، نه آرامی نه خط میخی امیره داشتن. تنها یک زبان فامیلی داشتن اینا که زبان میشه پارسوا. اما باید گفت که زبان فارسی از پارسه یا پارسوا نیامده است، بلکه از واژه پارتی است، چرا که زبان پارتی به فارسی تحول کرده است که چندی و چونی این موضوع را خواهیم نگریست. اخامنشی ها کجا دولت تشکیل کردن؟ کوروش و داریوش و نرسی و دیگران.
امو شهر خود پارسه گفتن. وقتی که دانشمندان ایران آل میگویند که زبان فارسی از زبان اخامنشی ها گرفته شده، ای از نگاه تاریخی درست نمیه، یکی از نگاهی که این زبان بسیار کم محتوا داره. مثلا خود خانلری شما در کتاب جلد اول زبان فارسیش که مراجعه شود، در اوج دانشمند بسیار بزرگ است خانلری، و او میگه که زبان اخامنشی ها یک زبان نیست. در جلد اول میگه زبان اخامنشی ها یک لهجه از زبانهای شمال است که عبارت از اوستا باشد. ای بیخی در جلد اول وجود است. میری باقری خودش یک دانشمند اوستا را میفهمه و پهلوی را میفهمه. او خودش در تاریخ زبان فارسی نشته میکنه که کتیبه های اخامنشی ها محتوایش مشترک است، عنوانایش واحد است، و این نمیتونه ساختمان زبان فارسی را میگه تشریح بکنه. یعنی وقتی کلمات زبان فارسی را ما میبریم به کتیبه ها نمیرسه، مستقیما میره به اوستا. خود دانشمندان امروزی ایرانی وقتی که ریشه را چیز میگن، میگه ای در اینی کتیبه اینی کلمه است، باز خودش میگه ریشه ازی در اوستا است. تمام کلماتی که در کتیبه های اخامنشی آمده ریشه ازو در اوستا هست. بنابراین ما چرا یک مرحله میانی را، یک مرحله بعدی را بگویم زبان اوستا اونجا قدامت داره؟ اوستا یک کتاب نوشتاری است، سند خطی است، و در اونجا امو زبان اخامنشی ها اونجا میره. بنابراین اساس اوستا است. زبانی را که ما داریم، ما از نگاه واقعیت تاریخی میگوییم که ریشه زبان ما در اوستا است. این حال میاییم زبان ها دو مرحله دارن، سه مرحله را، دوره کهن، دوره میانه، دوره نو. این حال سر پارتا روشنی پرتیم که چطور رسی با اوستا. زبان پارتی بعد از اخامنشی ها نه؟ اخامنشی ها تا قرن تا 330 قبل از میلاد، یعنی تا قرن چهارم. اما در قرن چهارم اسکندر آمد. وقتی که اسکندر آمد فارس گرفت، آمد آریانا اینجا را گرفت، دو دولت تشکیل کرد. یک مرکزش در بلخ بود، یک مرکز یونانی ها در پهلوی دریای دجله بود که اونجا را سلوکیه می گفتن. چرا یک جنرال یونانی به نام سلوکوس نام بود، او شهر سلوکیه می، اونجا پایتخت یونانی هایی بود، یک پایتخت یونانی ها در بلخ بود. اینال امی پارت ها از توابع پارتیا، از توابع بلخ است. در اینجا پارت ها یک قوم بودن، در باختر سه چهار قوم آریایی بود. از اون جمله یکی پارت ها بود، یکی ساک ها بود که آمدن به سیستان که آل سیستان ساک ها، یکی یفتل ها بود که یفتل ها آمدن در زابل، بعدها زابل اینجا آمدن، یکی تخار ها بود، یکی هم اقوام سکیت ها می گفتن، این ها بودن در اینجا. پارت ها دو یونانی ها یک قرن چهار دولت تشکیل کردن، نه یونانی ها. اینا زبان اوستایی را کشیدن از صحنه، زبان یونانی را رسمی ساختن، چه در اینجا چه در فارس. اما پارت ها قیام کردن، یونانی ها را سقوط دادن. پادشاهی که در بلخ باز به جای یونانی ها آمد پارت ها بودن، که ایره اشکانی اشک میگن رهبرشان بود، میرداد، تیرداد، اردوان، کلی نامای فارسی است. تمام از اینا مؤسسین دولت پارت بودن. در قرن چهار پارت ها در بلخ حکومت کردن، تقریبا 100 سال حکومت کردن در بلخ. اینا زبان عمیف بازمانده اوستا را که در تاریخ ها نوشته شده که زبان باختری کهن. چرا در 300 سال تیر شده بود او را اوستا نگفتن؟ گفتن زبان باختری کهن پارتا زنده ساختن.
خط یونانی را هم گرفتن، اما زبان فارسی را به جای یونانی اینا رسمی ساختن. اینی زبان، زبان پارتی هست. اینال زبان پارتی را ما امروزی واضح شده پیش با، پیش مورخین، پیش زبانشناسان ما واضح شده که زبان پارتی بلخ که به فارسی تبدیل شده، نه؟ که به فارسی چیز شده، به اصطلاح تغییر کرده، تحول کرده، از دو مسیر است. یکی از مسیر غرب که پارتا باز رفتن به طرف غرب. برای چی رفتن؟ که یونانی ها را در اوجش، ایجا یونانی ها را از بین بردن، اونجا یونانی ها را در پهلوی دریای دجله از بین ببرن. اینا رفتن در اوجا، اونا را سقوط دادن، اما پارتا اونجا باقی ماندن. در چه وقت باقی ماندن؟ در آغاز میلادی، در آغاز تولد حضرت عیسی، در اینمی و اول میلادی رفتن اونجا، یونانی ها را سقوط دادن، اما اونجا ماندن امپراتوری خدا. خب اینجا در بلخ که آمد باز که من از یک قوم دیگه آریایی که بارت از کوشانی ها باشد، یوچی ها هم میگن، کوشانی ها هم میگن. پارتا که رفتن اینجا با تمام لاو لشکر خود رفتن، هزارها نفر لشکرشان رفت در اوجه، ای زبان بردن در اوجه، زبان پارتی هم. اینجا کوشانی ها امو زبان پارتی را اینجا ادامه دادن، نه؟ اینال کوشانی ها آمدن به طرف شرق، آمدن بغلان، آمدن کاپیسا و بگرام، در اینجا ای زبان اینا ادامه دادن. این زبان فارسی ما ارتباط داره به زبان پارتی که کوشانی ها ادامه دادن تا قرن 6 میلادی. اینال ما دلیل میگیم چطور؟ خب ای جباشه که دوام دادن این زبانه، پارتا که رفتن به طرف غرب، یونانی ها را شکست دادن در تیسفون این طرف دجلر، اونموش امپراتوری خود دوام دادن. امپراتوری خود دوام دادن تا از آغاز میلادی تا قرن سیوم میلادی. تا قرن سیوم میلادی زبان پارتی در اوجه رواج داشت. در قرن سیوم میلادی باز ساسانی ها که اردشیر پابکان، نه؟ اینا پارتا را باز اوجه سقوط دادن، دولت ساسانی را تشکیل کردن. اینال دولت ساسانی هم ادامه زبان پارتی است. ای که پارت ها، ساسانی ها پارت ها را سقوط دادن، اردشیر پابکان یا پایر امو زبان پارتی است. کجا پارتی اشکانی میگفتن، اینا پارتی از ساسانی یا پهلوی ساسانی میگن. اینا را پهلوی ساسانی را اینا تا قرن چی میگیم، به لحاظ هجری بگویم، تا قرن 4 هجری زبان پهلوی ساسانی در فارس ادامه داشت. تا قرن 4، آغاز قرن 5 هجری ادامه داشت پهلوی ساسانی. فارسی هنوز نشده بود، تحول به فارسی نکرده بود. کوشانی ها که آمدن در اینجا در بلخ زبان پارتی را ادامه دادن، اینا آمدن بغلان، از بغلان آمدن کاپیسا و بگرام که تعقیب کردن یونانی ها را به طرف هند راندن. اینا در بگرام و کاپیسا تا قرن سوم کوشانی های بزرگ حکومت کردن، مثلا کنشکا و دیگه خانواده که مربوط به کنشکا بود تا قرن سوم. از اینا در امی قرن تا قرن سوم آثار مانده به زبان پهلوی، به زبان پارتی. مثلا کتیبه سمنگان و کتیبه سرخکوتل. کتیبه سرخکوتل البته در وقت کنشکا هست. این کتیبه سرخکوتل خودش نشان میده که بقایای زبان اوستاس. مثلا در کتیبه سرخکوتل کلمه آری آمده که اینمی فرمان شما به زبان آری بنویسید. آری بیبی عین نام اولی که قبل از اوستا بود دیج آمده. نام اورمزد آمده که در اوستا اهورامزدا است. نام میترا آمده که در اوستا مصر است. نام شاه آمده
نام نامها در اینجا آمده و در کتیبه سمنگان در قسمت رباتک او کتیبه هم اخلاف اولاده کنشکان نوشته کرده او کتیبه را. در او کتیبه هم ما آثار کلمات زیاد فارسی را میبینیم که از امو پارتی آمده، مثلا شاه آمده، ماه آمده، مه آمده و دیگه پرستار، فرستار آمده، پرستار آب آمده، مه بزرگ آمده. باید گفت که در قرن اول هجری که عرب ها خراسان را به دست آورده بودند، در اینجا مردم به زبان فارسی سخن می گفتند و در قرن دوم هجری است که ما زبان ادبی داشتیم. حنظله بادغیسی در همین وقت سروده است: یارم سپند گرچه براتش همی فگند، از بهر چشم تا نرسد مرورا گزند. او را سپند و آتش ناید همی بکار، با روی همچو آتش و با حال چون سپند. اما تا اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری در فارس که ایران امروز است زبان پهلوی ساسانی مطرح بود و در اوایل قرن پنجم است که زبان فارسی در آنجا رایج می شود و اولین شاعری که در آنجا به فارسی شعر سروده منطقه رازی بوده است. سخنان بیشتر را از این دریچه می نگریم. پاندبیبی نوشته کرده که کتیبه های رباتک و کتیبه های سرکوتل مادر زبان فارسی است. او کتابی داره، امیال موجود است، که تمام کلماتی را که در این کتیبه آمده این کلمات فارسی است. بنابراین این دو کتیبه مادر زبان فارسی است. او واقعیت هم است. چطور واقعیت است؟ اینه به این معنا که کوشانی های بزرگ خلاص شدن، بعد از کوشانی های کوچک آمدن که عبارت از کیداری ها باشه و کابل شاهان نه؟ در تقریبا 900 سال بگرام و کاپیسا پایتخت آریانا بوده، پایتخت امی آریانا اونجا بوده که در دوره کوشانی ها و کوشانی های کوچک تا آغاز اسلام حکومت کردن در افغانستان کابل شاهان. در آغاز اسلام که اسلام آمد، در اینجا کابل گرفت، اسلام مسلمان ها گرفتن کابل. او موضوعش بسیار زیاد است، نمیگوییم. کابل که گرفتن مسلمان ها، در کابل که آمدن مردم به زبان فارسی گپ میزد. در قرن اول هجری و در اونجا ما گفتیم که در فارس تا قرن چهارم هجری پهلوی ساسانی بود. در اینجا در قرن اول هجری زبان فارسی مردم گپ می زدن. وانمو کودکان بلخ از قتلان آمدی برو تبافشی، از سمرقند کندمند بدینت، که ای در اینمی قرن اول است. و همچنان در قرن دوم هجری ما یک زبان بسیار سچه و ادبی داشتیم در اینجا، در قرن دوم و سیم. مثلا در قرن دوم و سیم شما ببینید حنظله بادغیسی اونه کتابش یارم سپند گرچه بر آتش همی فگن، این شعر بسیار عالی است. اینمی وقتی که اینمی شعر گفته در فارس هنوز پهلوی ساسانی بود، در قرن دوم و سیم است. مثلا وقتی که چیز میگه ای از بادغیس بود، نه انزلی بادغیسی، او میتری گرب کام شیر درست و هم از امی است. از در یک هیروی محمود وراخ میگه، ببین او میگه بنقد نگاری نه بنقد جان ندهم، گرانی در بها ارزان ندهم. این شعر بسیار عالی است، در اینجا تشبیه هم است، استعاره هم است. اینال غیر از اینا، ببین دقیقی بلخی قبل از این که در ایران زبان فارسی بیاید، در قرن چهار ابو شکور بلخی، رابعه بلخی، مثلا وصیف سگزی به دربار سامانیانه، به دربار سفاریا وصیف سگزی شعر گفته. اینمی ها قبل از این که در ایران زبان فارسی به وجود بیاید، اینا در قرن سیوم، در قرن دوم و سیوم اینا شاعر بودن. این یک دلیل. دلیل دیگهش که اون شما میبینین که ناصر خسرو وقتی که میرود در سفرنامه خود در قرن پنجم او نوشته میکنه، وقتی که ما در رفت رسیدیم در تبریز،
قطران نام شاعری میگه آمد پیش من که در پیشش دیوان دقیقی هم بود، دیوان یک مروزی بود. این دو دیوان وقت دیوان شده بود کتابای دقیقی وینا. این میگه پیشش بود، قطران آمد شعر خدا برای من نشان داد. ببین در صفحه شش چیز است، در صفحه شش سفرنامه ناصر خسرو است، میگه این شعر خدا به من آورد. این شعر به فارسی میگه، ببین اونجا نشته کرده که یه وقتی که قطران شعرش آورد دیدم که نسبتا خوب است شعرش، اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. اولین شاعری که در ایران به شعرش ثبت شده در تاریخ ادبیات صفا هم آمده، در تاریخ ادبیات دکتر شفق آمده. قدیمترین شاعرار که در شعر گفتن در او طرف یکی منطقی رازی از در ری، ای در قرن آخر قرن چهارم اوائل قرن پنجم است. اینال کمال الدین اصفهانی یا جمال الدین اصفهانی در از اصفهان است، ای در قرن پنجم و ششم. یا اینا جمال الدین، کمال الدین، کمال اسماعیل، اینا در قرن پنجم و ششم هجری می آین. نظامی گنجوی و خاقانی، اینا از شعرهای قرن ششم و هفتم هستند. پیش از او در آذربایجان، پیش از نظامی گنجوی و خاقانی و فلکی و اینا دیگه شاعر ما نداریم که اینا قرن پنجم و ششم و هفتم هستند. و در اصفهان پیش از کمال الدین جمال الدین نداریم. در شیراز پیش از سعدی و حافظ ما کو شاعر؟ شعر بعد از قرن پنجم در فارس می رود، جای زبان پهلوی ساسانی را می گیرد. و در اینجا در قرن اول و دوم و سوم ما 40 شاعر داریم. یعنی خاستگاه زبان فارسی خراسان یا آریانای کهن بوده که نمونه هایش و یا تاییداتی از این در کتاب ها آمده. و واپس این سخن این که غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، چون این که مردم چشم من است غرقه خون، در این محیط نه هر کس شناوری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مازد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. با درود، بدرود.